چقدر خوشگله عزیزم، چرا اینقدر خودتو به زحمت انداختی؟ به خدا خیلی وقت بود که میخواستم از اینا بخرم، همش منتظر بودم نرخش بیاد پایین. مامان میدونستم خوشت میاد، برای همین خریدم. خیلی ممنون، دست درد نکنه. به خدا نیازی به این چیزا نبود دخترم. عمه جون این حرفو نزن، قابل شما رو نداره. انگار من و بابام زیاد مهم نیستی. الماس این حرفو نزن دخترم. دروغ که نمیگم، داره به رخمون میکشه. اگه خوشت نیومد میتونی عوضش کنی، میبرم و عوضش میکنم. خواهش میکنم باز شروع نکنی. ببین چقدر زحمت کشیده، خدا میدونه چقدر پول بابتشون داده. حافظه میفهمی چی داری میگی؟ جلو رود خانم تاجر بزرگ یگیت کوزان نشسته. تو فکر کردی خریدن چند تا کده واسش چیزیه؟ ای بابا. من همه اینا رو از پول خودم گرفتم شوهرمه، کار کردم، حقوقمو گرفتم و خریدم. ماشالله حتمن حقوقت خیلی زیاده، چون گوشیم خریدی. هی اون روزام گذشت، اولین روزی که اومده بودی اینجا یادم اومد گوشیت شکسته بود، پولم نداشتی یکی دیگه بخری. آره یادمه، نگران نباش همه چیزو به خاطر دارم. این همه مدت گوشی نداشتی، انگار اگه به شوهرش میگفت واسم گوشی بگیر نمیگرفت. همونطور که میبینی صبر کردم، کار کردم، شوهرم نه بلکه خودم خریدم. به هر حال میرم کادوی مرتو بهش بدم. حالا یه گوشی واسه خودش خریده، ببین چقدر داره جلوی ما فیس و افاده میره. ندید بدید. خب این عادیه، چون تا حالا از این چیزا ندیده. آره آره انگار ما هیچ کدوممون ندید بدید نیستیم، فقط نور ندید بدیه. مثل اون اتفاق که تو آشپزخونه افتاد. چی؟ تو آشپزخونه چی شده؟ میخواستی چی بشه؟ بابا تو آشپزخونه اعصاب آیتین خانومو به هم ریخت. نزدیک بود یه لغمه هم کنه، همچین خنده گرفته بود که نگو خدا خودش بهم رحم کرد. نکنه به آیتین خانومم گفتی؟ نه دخترم چیزی نگفتیم، اما بابات خیلی سایه بازی در آورد.